هشدار یمن به عربستان، آرامکو دوباره در آتش خواهد سوخت. این تازه ترین انکشاف جنگی است. بینندگان گرامی سلام و درود. ژورنالیست معروف اسرائیلی که آقای مردخای دستگیر شده. چرا؟ رفته در بیمارستان اجساد ده‌ها تن از سربازان اسرائیلی را دیده که سر در سر انداخته شده بود، آورده بود، او را گزارش داد، بعد از گزارش دستگیر شد. اما در غزه چی است؟ چی روان است؟ یعنی هر ساعت 42 بام بزرگ انداخته میشه. در هر ساعت تا حال 12 ساختمان ویران شده. در هر ساعت 15 نفر به قتل میرسند. در هر ساعت 6 کودک از زندگی ساقط میشه. در هر ساعت 35 غیر نظامی زخمی میشه. این گزارش یومی ساعت به ساعت غزه است. حالا آینده را از این شما قیاس کرده میتونیم. اما یک عکس دیگه هست که تازه پخش شده. یک کشتی را نشان میده در بندر حیفا در سال 1947. اما سال که یک سال بعدش اسرائیل تأسیس میشه در سرزمین فلسطین. در این کشتی 4500 تن از یهودان است که از کشور آلمان اخراج شده بودند. آمده بودند، لنگر انداخته بود در بندر حیفا در فلسطین. در یک پارچه بسیار بزرگ که در روی عرشه کشتی ایتو بلند نگه داشته شده، در او نوشته است که آلمان خانه و آشیانه ما را نابود کرد. شما فلسطینیان لطفاً امید ما را نابود نکنید. این چیزا به اصطلاح تلخی های تاریخ است و از درس های تاریخ است. حتی فلسطینی ها امو زمان این مردم در خانه های خود جا داده بودند. یک کسی در مصاحبه خود گفت که ما در شکم مادر خود بودم، حامله بودیم، حامله بود مادر من. اینا را در خانه خود جا دادیم. وقتی برگشتم یه خانه را قفل زده بودن، صاحب خانه را بیرون کردن و ما مجبور شدیم برایم به کمپ جا به جا شدیم. این داستان های بسیار عجیب و غریب از این داستان ها به صدها تا است. اما چی؟ این داستان یعنی بخشی از یک تراژدی دو مردم است که در طول تاریخ به این شکل، خب خاصتا یهودان باز یک سرنوشت ویژه دارن که بیشتر یهودان است. یعنی تقریبا در تمام ادوار تاریخ مورد ضربه و کوچانیدن و قتل قرار گرفتن. که یک بحث علایده است. افرایم مردخای، روزنامه‌نگار معروف اسرائیلی که بیشتر نامش گرفتم، گفته که اجساد ده‌ها تن از سربازان اسرائیلی را دیدیم که در بیمارستان در تل‌آویو انباشته شده بودند. وقتی که گزارش داد ارتش این دستگیر کرد. خب در این گزارش آمده که ارتش اسرائیل اجساد سربازان به خانواده‌هایشان هم تحویل نمیدن. یعنی آلخ تصور بکنی که چندان آلخ فعلا تلفات هم نیست. اگر تلفات اضافه میشه به چه خواهد شد؟ ارتش اسرائیل مرتب در کمین قرار میگیره و تقریبا دیروز مطابق اخبار فاکس نیوز حدود 20 نفر کشته شده. سخنگوی ارتش اسرائیل میگه که تروریست های در داخل بیمارستان شفا کمور زدن که تمام مردم غیر نظامی قتل شد. میگه او را تروریست ها پنهان شدن. ارتش برای دزدگیری از اونا به هر مکان میره. شب خب همزمان با این شبکه العربی سعودی در عرصه تبلیغاتی کارایش با رسانه اسرائیلی هم هنگ کردن. این چیزی که تبلیغات اسرائیلی هم میگه شبکه سعودی هم او را تکرار میکنه. یعنی یک هماهنگی وجود داره. همزمان با ادعای حضور یعنی مقر حماس در زیر بیمارستان الشفا که تبلیغ مثلا سازمان تبلیغاتی ارتش اسرائیل را منتشر کرد، رئیس بیمارستان شفا چی کرد؟ او از سازمان ملل متحد خواست گفت به خاطر
اثبات ای ادعایی که وجود داره، شما بیاین شفاخانه را از نزدیک ببینین، اما تونلا و چیزایی را که ارتش اسرائیل میگه به ما نشان بدین. رئیس بیمارستان و شفا میگه، یعنی که شما آن چیزی که در مورد زیر مجموعه های تونلی بیمارستان ها میگین همیش بیاساس است. رئیس شفاخانه شفا میگه، یعنی با یارا به چالش میکشه، از سازمان ملل میگه شما آیتتون بیا خب ببینید از نزدیک. خب در جنگ به اصطلاح وارونگویی و به اصطلاح غلط اندازی بسیار زیاد میشه از نظر تبلیغاتی. هشدار یمن به عربستان این دومین بار است تکرار میشه. در دور اول که در عربستان موشکای یمن و طرف اسرائیل میرفت رهگیری شد زدن، اونا گفته بودن که به شما صدمه میرسد. آل هشدار رسمی دادن یمنی ها. گفتن آرامکو و تمام زیر مجموعه های یعنی تأسیسات دوباره در آتش خواهند سوخت. اگر موشکایی را که ما به سمت اسرائیل پرتاب میکنیم اگر رهگیری کردید، ما آرامکو را میزنیم. منتها آرامکو یکی از تأسیسات بسیار مهم پالایشگاه نفتی است که امریکا در او سرمایه گذاری کرد، امریکا و عربستان، و اگر او را دوباره بزنن بازار نفت در کل دنیا انفجار میکنه. ضمن از اینکه از نظر امنیتی بسیار گپای دیگه هم داره. خب نیروهای یمنی میگن که پرتاب یک رشته پهپادها تا ساعت گذشته به طرف اسرائیل چند که مثلا فرودگاه اسرائیل چند ساعت از کار انداخت. در موشک اندازی یمنی ها سرعت چندان دیده نمیشه، اما اگر سرعت بگیره و این سرعت شاید هماهنگ باشه با قوای عراقی با حزب الله و یک حرکت به اصطلاح مشکوکی است در خود عربستان که تا حال چون جنگ به یک مرحله رسمی گذار نکرده، اینا تک و توک هر کس به نوبت خود زده میرن. اما حملات شبکه های مقاومت تحت رهبری ایران از خاک عراق بالای پایگاه نظامی امریکا افزایش یافت. بهرحال انصار الله یمن مواضع حساسی را در داخل فلسطین اشغالی نشانی کردن که حمله کنند، که میگه وقتی که حمله کردن اینی چهار سایت برای چند ساعت تعطیل شده. خطوط لوله ایلات، پایگاه نیروی دریایی ایلات و تأسیسات هسته‌ای دیمونا. چیزای پیچیده روان است. اردن به نوبه خود موشک شلیک شده ایره که توسط شبکه های عراقی به طرف اسرائیل شلیک شده بود سرنگون کرد. یعنی اردن و عربستان عملا در دفاع از خود، در دفاع از پایگاه امریکا و در دفاع از اسرائیل وارد عمل شدند. جنگ به می شکل به تایست تایست به شکل خزیشی پیش میره. چی اتفاق افتاده؟ اتفاقی که افتاده آن بعض سلاح های نو رویت شده. مثلا یک موشک بالستیک به نام فاتح 110 توسط شبکه های عراقی استفاده شده، سر پایگاه امریکایی هم استفاده شده و این موشک هایی است که ارتش اسرائیل بسیار به تشویش می اندازه، به خاطر از اینکه حزب الله هم در زرادخانه های خود از موشک های بالستیک فاتح 110 بسیار زیاد داره. بنان امریکا نیاز داره که سامان های دفاعی هوایی پاتریوت در مسیر که این موشک ها شلیک میشه تأسیس بکنه و اینا را خونسا بکنه، اما این کار بسیار سخت است. در صورت هجوم چند دهتایی مثلا پهپادا و امین موشک ها مشکل است تصور بکنیم که پاتریوت همه را خونسا میکنه. ما در عراق دیدیم که خود پاتریوت موشک کنزال روسی زد و ایران کرد.
خب این موشک پهپا موشک 110 فاتح قدرت تخریبیش بسیار زیاد است نسبت به پهپادها و موشک های گذشته که استعمال شده. خب البته بردش بسیار بالا نیست، بردش 250 کیلومتر است. کلاهک سنگینی که داره 225 کیلوگرم مواد انفجاری بسیار خطرناک حمل میکنه و سرعتش هم بسیار زیاد است. تا حال 37 مورد حمله به اهداف امریکایی در عراق و سوریه انجام شده که به نتیجه 46 سرباز امریکایی زخمی شده و امریکایی گفتن که ما ایر انتقامش میگیریم، که البته 100% خواهند گرفت و ما منتظر باشیم که اینا دمی شب و روز کجا را میزنن. این موشکایی که زدن در پایگاه امریکایی عین الاسد است در عراق، در فرودگاه اربیل از کردستان، در التنف است در سوریه است، فکر میکنم سوریه بین عراق و سوریه، و پایگاه نظامی تل البیدر. چیز متفاوت دیگه هم است که نیروهای عراقی از یک پهپاد جدید استفاده میکنن که هنوز فهمیده نشده که بچه چه رنگ است. القسام خبر داد 5 تانک اسرائیلی را با استفاده از راکت های یاسین 105 تخریب کرده. این یاسین 105 یکی که بسیار قدرت تخریبی زیاد است، دیگه که ارزان است و سبک است. اینال تصور بکنین که اگر در زرادخانه حماس از این 10,000 تا باشه چی اتفاق میفته؟ یعنی برای ما که یک تصویر میده که جنگ دیگه جنگ کوتاه مدت نیست. وال استریت جورنال خبر داد که امریکا آل به اسرائیل بم های بسیار دقیق زنه به ارزش 320 میلیون دلار میده. این در مواجهه با این شبکه هایی که اسلحه نواد به کار گرفتن، این هم از بم های بسیار خطرناک آل استفاده میکنن. خب سردرگمی عجیبی است در غزه وقتی قوای اسرائیلی داخل شده. سردرگمی است که حتی دیروز یک سرباز اسرائیلی، یعنی به گمان ای که ما طرف مقابل نیروی فلسطینی حماس است، زده یکی از سربازان خود ارتش اسرائیل کشته. سردرگمی به اینی اندازه است. و در جبهه حزب الله در پایگاه نظامی البیاض در مرز لبنان و فلسطین هم یک موتر لوجستیکی اسرائیل مورد حمله قرار گرفت، تخریب شد. اینمی تخریباتی که جسر گرفته ما خدمت شما میگیم در هر ساعت یک بار اتفاق میفته. آل دنیا کوشش داره که فلسطینی ها را از اینجا بکشه، غزه را تخلیه بکنن، غزه را باید خالی بکنن. ایره هیچ کشور عربی نمیخواه. نخست وزیر اردن که خودش از متحدان امریکا و قسمان اسرائیل حساب میشه گفته اینی مسئله که تخلیه کردن غزایی ها و دیگر کشورها اعلام جنگ است. خب یک تقریبا پرسنل پزشکی غزه بسیاریاش کشته شدن. یک پزشک در این حال در بیمارستان ناصر در خان یونس وظیفه معالجه دیگه بیمارا را انجام میداد، یک بر خبر دادن که فرزندان، مادر و چند تن از خانواده کشته شد. خود دکتر اینا فکر میکنی دکتر از جنگ پرهیز میکنه، این خودش حماس میشه. حملات حماس در این روز مرتب انجام میگیره، زیاد هم شده. چرا؟ این اونا پیاده هستن، اینا تانک میبرن. 5 دستگاه تانک با گلوله های آلیاسین در شمال غرب غزه دیروز نابود شده. حالا دیگه به اصطلاح یک
کم کم روشن می شه. در برنامه قبلی ما گزارش دادیم که غزه یکی از پایگاه های مهم نفت و گاز است، خاصتا غزه شمالی. اینه می خواهند دقیقاً بگیرن، تخلیه بکنن تا تعریف کریدورهای اقتصادی آینده رو روشن شود. از امیال اسرائیلی ها چی کرد؟ تمام 90 هزار فلسطینی که کار میکردن در کارخانه اسرائیل، اونا رو کلش برکنار کردن. 100 هزار نفر کارگر ایندی را جایگزینش میسازن و اسرائیل چیزی که در 24 ساعت اخیر ارتش اسرائیل چیز نوی را که وضع کرده بالای خبرنگاران هم ایست که گفته هر فیلمی که دارین، هر چیزی که دارین اول به ما نشان بدین، باز اجازه نشر دارین. این چیزایی از وخامت و یک سردرگمی وضعیت میده، خبر از بحران لاینحل میده. در بیمارستان غزه مرتب اینا میزنن، بیمارستان اندونزیایی رو زدن. در اونجا پزشکا با دلیل کمبود برق با چراغ دستی و بدون انستیزی مردم جراحی میکنن. وحشتناک نیست؟ خب ناتانیاهو دیگه حرف خدا میزنه، میگه بعد از نابودی حماس، نابودی حماس خواب میبینه، میگه اسرائیل به مردم غزه یک آینده واقعی و آینده سرشار از وعده و امیدم ارائه میده. چی باشه به نظر شما؟ 10 هزار نفرشان کشته، میگه ما یک آینده سرشار از امید برای شما میدیم و مردم غزه. این امید به نظر خودش البته آینده واقعی در صحرای سینای مصر است که در اونجا اسکان داده شوند، اول چادر زده شوند، کشیده شوند، رانده شوند از غزه و در اونجا باز ملل متحد بیاید بر شهگان خانه و چیزا که ساخت. خوب اگه نساخت اید به اسرائیل ربطی نداره، دروازه غزه را کاملا میبنده، غزه مال خودش میشه. اونجا به اصطلاح بقای استراتژیک اسرائیل از نظر خودش دوباره بیمه میشوند.